درود بر همگی من پانتار زاین هستم از انجمن آیفا که در واقع انجمن مستقل پزشکان و کادر درمان هست که به مسئله حقوق بشر و مسئله در واقع نقص حقوق بشر در حوزه درمان در ایران میپردازه ما در واقع در ابتدا میخوام از طرف به عنوان یکی از اعضای کادر درمان یادی کنم از پزشکانی که در جمهوری اسلامی جون خودشون رو از دست دادن توسط سیستم ماشین اعدام جمهوری اسلامی شاید این تعداد این گروه از پزشکان این گروه از هموطنان هیچ وقت اونقدری که باید اسمشون گفته نشد متاسفانه ما از ابتدای جمهوری اسلامی از خانم دکتر فرخ رو پارسا داشتیم تا دکتر جمشید علم تا دکتر رشوند تا در واقع دکتر بهبودی لیست بسیار زیاد طولانی داشتیم دکتر نقرکار یه لیست صد نفر از در واقع همکاران پزشک تهیه کردن که این جمهوری اسلامی این عزیزان رو به وسیله اعدام حذف کرده از چرخه چرخه حیات و این این مسئله متاسفانه خیلی کم انعکاس پیدا کرده اما مهم اینه که جمهوری اسلامی چرا این کار میکنه جمهوری اسلامی مانند تمام سیستم های مستبد دیگه از روش ترس میخواد استفاده کنه و این روش ترس و هم, هم, میخواد دیگران رو که در واقع خارج از زندان هستند منکوب کنه و از سیستم نصر رو به روب استفاده کنه از طرف دیگه افرادی رو که در واقع فعال مدنی هستن به این مخالفان خودش رو به این وسیله از چرخه خارج میکنه اما من اینجا میخوام به نکته دیگه ای اشاره کنم نکته که میخوام اشاره کنم چیزی که رو گذاشتم اعدام خاموش و اون زمانی هست که به هر دلیلی جمهوری اسلامی به جای اینکه مخالف خودش رو با اعدام که به هر حال سرصدای زیادی داره و طبیعتا مخالفت های جهانی رو به همراه خودش میاره به جایی که به این روش اونها رو از میدان به درخونه کاری که انجام میده اینه که میاد از بیماری هایی که زندانیان دارن استفاده میکنه با تاخیر در درمان و یا حتی عدم درمان بیماران بیماران که زندانی هستن و از طرف دیگه با ایجاد بیماری یعنی حالا یا به وسیله قرص هایی که میدن همینجور که تو ویدیویی که دیدین به وسیله قرص هایی که میدن دچار مشکلات سلامتی میکنن ما الان یکی از پروژه هایی که روش کار میکنیم پروژه در واقع ایجاد بیماری های خود ایمنی هست که تعداد زیادی از عزیزان بعد از اینکه از زندان آزاد شدن دچار یک بیماری های خود ایمنی شدن و این میزان در واقع تعداد زیادی از این عزیزان وقتی این اتفاق میفته دیگه یک روند هست دیگه یک تصادف نیست نکته دیگه عزیزانی هستن که به حال به علت سنی که دارن بیماری هایی دارن مثل خانم فاطمه سپهری مثل جعفر پناهی عزیز مثل آقای شهابی بیماری های زمینه زیاده و بعد با عدم درمان در واقع سعی میکنن از عوامل طبیعی استفاده کنند و این عزیزان رو از چرخه حذف کنند مشکلی که اینجا هست اینه که جمهوری اسلامی در واقع هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره و در واقع دست خودش رو میشوید از جنایتی که میکند و این جنایت خاموش اتفاق میافتد و این جنایت خاموش در واقع به هیچ جا پاسخگو نخواهد بود جمهوری اسلامی ام این ام در واقع این, این مطلب به نظر من احتیاج داره که حتما بهش پرداخته بشه کاری که ما در انجمن آیفا میکنیم و های دیگه که حالا در مورد اون هم خدمت شما توضیح خواهم داد ما مستندسازی میکنیم ما تمام این موارد رو مستندسازی میکنیم و بر اساس اون در واقع سعی میکنیم که جمهوری اسلامی رو با بردن این مستندات به دادگاه های بین المللی جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم و به این ترتیب هست که این در واقع میشه گفت خیانتی که جمهوری اسلامی داره میکنه علا رقم قوانین خود جمهوری اسلامی چون حالا اگر زمان باشه من خدمتون ارز میکنم نه تنها بر اساس قانون اساسی اصل 29 قانون اساسی تمام در خدمات بهداشتی و درمانی مراقبت های پزشکی و بیمه باید به زندانی تخصیص پیدا کنه در زندان جمهوری اسلامی حتی بر اساس مواد 101 تا 120 آینامه اجرایی سازمان زندان هایی در واقع قوانی که خود جمهوری اسلامی اینها رو طرح کرده و اینها رو قبول داره باید به سلامت زندانیان رسیدگی بشه اگر رژیم غذای خاصی باید استفاده بشه اگر درمانی باید انجام بشه باید بلافاصله مسائل درمانی اونها مورد بررسی و در واقع در اختیارشون قرار بگیره اگر که ما این موارد رو بتونیم مستند کنیم و من اینجا میخوام از تمام عزیزانی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دسترسی به مستندات قانونی دارن خواهش میکنم که به انجمن آیفا این رو ارجا بدن چون با مستندسازی ما میتونیم اینها رو به دادگاه لاهه ببریم کاری که الان ما داریم در مورد کشتاری که در واقع حکومت جمهوری اسلامی و در رأس اون رهبر جمهوری اسلامی با در واقع ممنوعیت واکسن ها ایجاد کرد و بر اساس مقاله که ما در واقع نوشتیم و ثابت کردیم بین پنجاه هزار تا هفتاد و پنج هزار مرگ اضافه رو رقم زد این میتونه مورد بررسی در واقع کیفره قرار بگیره همچنین ما میخوام اینجا اشاره کنم که اگر بخوایم این مستندسازی رو انجام بدیم ولی در کنارش وقتی که میخوایم اینها رو ارائه بدیم به جای اینکه اینها رو منسجم ارائه بدیم گروه بندی کنیم این زندانی سیاسی چپه این زندانی سیاسی مشروط, تل... مشروطه خواهه این زندانی سیاسی کرد این زندانی سیاسی سیستانیه اگر بخوایم این کار رو بکنیم و در واقع بخوایم اون تبعیض رو که جمهوری اسلامی داره در ذهن ما ایجاد میکنه رو به کار ببریم غیر از اینکه در راستای اهداف جمهوری اسلامی کار کردیم هیچ کار مثبت دیگه ای نتونستیم بکنیم اینجا میخوام به عنوان آخرین جمله خبر خوبی رو خدمتتون ارائه بدم میدونم دو سال پیش بعد از اینکه همبستگی ایجاد شد یک امیدی در دل ایرانیان در واقع روشن شد و همیشه وقتی که همبستگی باشه این امید دوباره شلش روشن خواهد شد الان بیشتر از یک سال هست که بیشتر از چهارده گروه پزشکی و سلامت تحت لوای همبستگی سلامت آیدا با همدیگه دور هم جمع شدن و نه تنها از هم نپاشیدن بلکه تعدادشون از پنج تا گروه الان به شارده گروه رسیده این خبر خوشیه که من میتونم از طرف به عنوان یکی از در واقع گروه هایی که این افتخار رو داشتیم پایونیر باشیم این رو خدمتون اعلام کنم و امیدوارم که روزی آزادی رو ببینیم دوباره در کنار هم با دست های هم دیگر که در دست ها هم گرفتیم و اون روز خواهد رسید سپاس از زمان و وقتی که گذاشتین و کار بزرگی که دارین انجام میدیم